ادامه توضیح و تفسیر کتاب خبوت لبابوت و ضعف قلوب باب توکل فصل پنجم و شبیعی فرق هفتم بین کسی که توکلش به خدای و بین کسی که به خدا توکل نداره در این است که ابوتخ به الهیم لوی اول به ایمانه بکاشا، کسی که توکلش به خدای ناراحت نمیشه اگه چیزی را طالب بوده و به دست نیاورده، از اون ناراحت نیست، برای اینکه تکیه کرده به خدا و میدونه که اگه به دست نیاورده حتما خدا بهتر میدونسته و درش بی نهایت درایت و حکمت خدای. ولو بهی پاکد آهوو، و همچنین اگر چیزی را بهش علاقه داشته و از دست میده همچنین متأثر و ناراحت نمیشه. ولو یعتصر هنیمتا، و همچنین دنبال مال اندوزی نیست که هی بشینه و مال روی مال بگذاره برای آینده، به خاطر اینکه ممکنه نگران باشه از اینکه در آینده ممکنه چیزی عایدش نشه، چیزی به دست نیاره از مال دنیا، برای اینکه متکیه به خدای، همونطور که در حال خدا داده در آینده هم خواهد داد. و این یاد آدم میاره اورخیم اکادوش خافتسخیم، اینها هر دوتاشون کاسب بودن، ولی هر روز اگر مثلا مغازه خودشون رو باز میکردن، کاری میکردن و برای اون روز رزق و روزی به دست میومد، بلا فاصله کارا تعطیل میکردن، یعنی برای فردا دیگه ادامه نمیدادن. مثلا اگه 8 صبح مغازه را باز میکردن، 8 صبح یادمی میومد یه خریدی میکرد و اون خریدی که کرد برای اون روز برای خودشون و اهل بیتشون کافی بود برای خوردن و زنده موندن، 8:02 یا 8:05 دیگه مغازه رو تعطیل میکردن. خب همه کس توی مرتبه نیست، ولی به طور کل نویسنده میگه که کسی که توکلش به خداه دنبال این نیست که هی مال روی مال بگذاره برای آینده. و اننو خوشش یوتر میترف یومو، بیشتر از اون چیزی که امروز لازم داره نگران نیست در موردش. کیلو یعله علیبو معیل محارتو، برای اینکه در مورد فردا و آینده هیچ نگران نیست و هیچ شک و شبهه‌ای نداره. میپنش اینو یاده ات بو کیتسو، برای اینکه آدم که نمیدونه که کی آخرتشه، چه موقعی باید از این دنیا بره. پس اگه در مورد آینده اصلا نمیدونه هست یا نیست، چرا نگران موقعی باشه که اصلا متعلق به خودش نیست، ممکن اصلا تو این دنیا نباشه. بجز این که تکیهش به خدای، همونطور که گفتم اگه خدا امروز روزی بده، فردا هم میده، ماه دیگه هم میده، سالای بعد هم میده، بجز اون چرا نگران فردا و هفته ها و ماه های سال ها و یا سالای بعد باشه، چیزی که هنوز نیومده و اصلا معلوم نیست که باشه یا نباشه. پس نگران دنیاییه که اصلا به این آدم تعلق نداره. ممکنه و بطخ به الهیم لعریخ لو بو و لازمین ترپا و مزونو بو، و همچنین که این آدم متوکل به خدا توکل داره که خدا بهش زندگی میده. الان میگیم خب آقا کسی که توکل داره ایمان داره، توکل داره که خدا زنده نگرش میداره، درست.
پس جزی از اون توکل اینه که اگه خدا من را زنده نگر میداره پس رزق و روزی هم به میده. پس چرا من نگران فردا باشم که الان بشینم هی مال روی مال جمع بکنم برای فردا؟ منظور از فردا یعنی آینده، آینده نزدیک یا دور. همونطوری که تو تلمود میگه کسی که زندگی میده رزق و روزی هم میده. پس دو جنبه داره، یکی اینی که در مورد آینده نگران و دلهوره نداره، نگران نیست و دلهوره داشته باشه، برای اینکه اولا میگه که آینده که مثلا معلوم نیست هستم یا نیستم، چرا در مورد آینده ای نگران باشم که ممکن اصلا متعلق به من نباشه. بعدن هم اگه ایمان و توکل داشته باشه که چرا هست، به امید خدا خدا عمر طولانی بهش میده، جزی از اون توکل اینه که خب اگه خود خدا عمر طولانی میده، همون خدا منشأ برکت و رزق و روزیه، پس رزق و روزی هم میده. پس لازم نیست این که دو چیز، من هی دنبال مال اندوزی باشم برای آینده، و دومین چیز که نگران باشم در مورد آینده. و اینه نوسا میخ به آتید بلوی ولو، این آدم در مورد آینده نه خوشحاله نه غمگینه، برای اینکه آینده را یه چیزی در حالت خیال میبینه، خیالاته. آدم چی میدونه که آینده چیه که بشینه خیال بافی بکنه؟ یه گفته بزرگان ما که میگه که گذشته خاطراته، آینده خیالاته، اون چیزی که حقیقت داره حاله و اونم پر از امتحاناته. پس آدم درگیر گذشته و آینده بشه اتلاف وقت کرده، برای اینکه نمیتونه خوشحال باشه از آینده، نه نگران و غمگین یا دلهوره داشته باشه، برای اینکه چیزیه که اصلا وجود نداره هنوز. که مش آمر کاتوف ال تیتحلل به یوم محار کیلوت ده ما یلد یوم، همونطور که تو آیه میگه که الان به فردا مفتخر نباش، برای اینکه اصلا نمیدونی فردا چی خواهد شد. حتی طبق حساب و کتابی هم که آدم میکنه که مثلا این طور میشه اون طور میشه، تو یک ثانیه میتونه همه این نقشه ها عوض بشه. پس دلخوشی و نگرانی در مورد آینده اتلاف وقته، اتلاف زندگیه، اتلاف عمره. و عمر بن سیرا ال تاتسر صارت محار کیلوت ده میلد یوم، همونطوری که یکی از بزرگان که گفته هاش در تلمود اومده میگه که در مورد مصیبت فردا عذاب نکش، یعنی چیزی که فردا خواهد شد به خودت عذاب نده، نگران نباش، دلهوره نداشته باش، کیلوت دمیل دیوم، تو اصلا نمیدونی که فردا چی خواهد شد. شمال محار اینینو و نیمتا میتسعر الالام شینو شلو، برای اینکه این آدمه ممکن اصلا بلا نسبت دور از جون فردا نباشه، پس بی خودی الان نگران دنیاییه که درش اصلا نبوده و نخواهد بود در آینده. اول دعگاتو و ابلو، پس آدم متوکل در مورد آینده دو حالت داره، همونطور که گفتیم، اولا که اگه اتکاش به خداه میگه هرچی خدا بخواد، و اگه هم شروع میکنه افکار نگران کننده در مورد آینده بیا تو سرش، میگه که آقا این چه کاریه، اولا که گفته که فردایی برای من هست که نگران چیزی که هنوز نشده و ممکن اصلا متعلق به من نباشه باشم. اول دعگاتو و ابلو المرش هوم کتسر با محوات بره، ولی نگرانی و دلهوره یک انسان متوکل به خدا از اینه که در راه خدا داره کمکاری ممکنه بکنه، تو راه بندگی و عبودیت خدا نگرانیش فقط از اینه، ولی این نگرانی نیست که مایوسش بکنه و در جا بزنه،
این نگرانی باعث میشه که بیشتر برای خدا کوشا باشه و در راه خدا فعالیت بکنه و پیشرفت بکنه از نظر انسانیت، معنویت، تقرب به خدا، قدوسیت، طهارت، آموزش علم الهی خدا. یه نگرانیه که آدم ها انقدر نگران میکنه که نمیتونه هیچ کاری بکنه، افسردش میکنه، گوشگیرش میکنه. ولی این نگرانی از نوعیه که باعث پیشرفت آدم میشه. میشتده لیفرا مرش یوخل لیفرا مهن به نیرهو به نیستارو، و سعی میکنه که هر بدهکاری که نسبت به خدا داره، یعنی در انجام اوامر خدا، اصلاح اخلاقش یا هر کاری که باید بکنه که با اعضای بدنش باید انجام بده برای خدا، یا در باطنش یعنی احساسات عشق خدا، اوامر خدایی که با افکار و احساس درون آدم انجام میشه، مثل هیبت از خدا، ترس از خدا، عشق به خدا، ایمان، تفکر در مورد بزرگی خدا، نیات پاک، رو اینها کار میکنه. میبنه شو خوشب به میتاتو و با یوم حسیفا، برای اینکه آدم متفکر در مورد روز وفاتش فکر میکنه، روزی که باید از این دنیا بره، و اینطوری نیست که پیش خودش بشینه فکر کنه عیب نداره الان ما 50 سال 60 سال دیگه داریم. نه، الان دوباره داستان دو تا بزرگانی که یکیش رو برون کارلین بوده، یکیش بابا داوید بوده، بابا داوید برادر مقدس بابا سلی، رب داوید بن مسعود، رب مسعود که به شهادت میرسه. بعد این دوتا بزرگوار هر کدوم هر شب قبل از اینکه بخوابن کفن میپوشیدن. بابا داوید توی یه صندوقچه مثل قبر که توش خاکم میریخته میخوابیده، و قبل از خواب میگفتن که دیگه امروز روز آخره. بعد قبل از خواب اینقدر توبه و تشوبه میکردن، و بعد هر روز که بیدار میشدن میگفتن خدا دوباره فقط یه روز به ما داده، پس بیا این روزا خوب ازش استفاده بکنیم. حالا انسانی که تو مراتب نیست لازم نیست این کارا را بکنه، اونا تو این مرتبه بودن، ولی منظور اینه که حداقل اینطوری نیست که فکر کنه که همه ساعت و سالهای طولانی داره. وقتی تو این موضوع میاد، ببینید وقتی که موضوع مسائل دنیوی و مال و رزق و روزی و نگرانی از اوناه، انسان بلا فاصله باید بگه که من چرا نگران آیندهی باشم که اصلا ممکنه مال من نباشه. ولی اگه در مورد پیشرفت در معنویت اون وظایفی که در قبال خدا داره، اون موقع باید بگه که نه، واقعا ممکنه امروز روز آخره، پس بیا و هر کاری که میشه امروز کرد برای پیشرفت. و پختوش با اهو هماوت پیتوم یوسیفلو هشتدلوت و زیریزوت لحاخین صدال اخریتو. اینه که میگم ترسش از اینی که مرگ ممکنه پیش بیاد هر لحظه، این باعث یأسش نمیشه و افسردگیش و دلهوره و اینهایی که جلوی پیشرفتش رو بگیره. اتفاقا این باعث میشه که الان تلاشش و چابکیش برای تهیه توشه آخرتش بیشتر بشه. ولو یرگیش المعش یزمین لعالم هزه، و همین خاطر زیاد اهمیت نمیده به مسائلی که تو این دنیا داره میشه، برای این دنیا زیاد ارزش قائل نیست، برای دنیا، برای خودش. این دنیا فقط براش ارزش داره که هر لحظش میتونه اون دنیاشا باش آباد بکنه. و همین خاطر در مسائل مادی این دنیا نه غرق میشه، نه اهمیت میده، نه نگرانه. به هو منش امرو شوف یا مخاد لفنه میتادخا، اینی که در فصول پدران بزرگان ما میگن که یک روز قبل از وفات توبه بکن. بعد توی تلمود میپرسه آیا آدم میدونه کی میمیره که میگه یک روز قبل از مرگ توبه بکن؟ تو تلمود میگه یا شوب هیام شما یا مطلم خار، بله امروز توبه بکنه، برای اینکه ممکنه فردا اینجا دیگه نباشه. لعال نور علیخن.
بنیمسا کل یاماو به تشوبا، این باعث میشه که همه ایامش ایام توبه بشه، برای اینکه هر روز میگه ممکنه فردا نباشه. که دیختیو بخل ات ایو بگاده خالبانیم، همونطوری که تو آیه گفته که در هر لحظه لباسهای تو، منظور از لباسهای معنوی تو، افکار، گفتار و اعمال، لباس روحن، اینها پاک و سفید باشن، منزه باشن از هر پلیدی، بدی، گناه، زشتی، نجاست. خب این آدم متوکل به خداه. پس توکلش بجز این که انسان به خاطر توکل مقرب خدا میشه، وصل به خدا میشه، توکل به ساله، ارتباطه. وقتی آدم تکیه میکنه به خدا، مثل یکی که تکیه کرده به یه دیوار، پس بهش وصله. بعد بجز اون تموم دیدگاهش و طرز زندگیش عوض میشه با این دیدگاه. آرامشی که پیدا میکنه در مورد مسائل دنیوی و مال دنیا و فردای دنیا و اینها، همه یه آدم دیگه است، انگار از یه سیاره دیگه است این آدمه. و طرز فکرش باعث میشه که از این دنیا یه جور دیگه استفاده بکنه، به چیزی که اهمیت داره اهمیت بده، به چیزی که اهمیت نداره اهمیت نده. مثلا همونطور گفتیم به آینده‌ای که از نظر مادی میگم، یا رزق و روزی، یا هر چیزی که هنوز نیامده، هیچ اهمیتی نمیده. ولی برعکس، و شر عینن و بتخ بلوهیم، کسی که توکلش به خدا نیست، یربه اولو لحتمادت پیگه اولام علاو، میگه همیشه در عذاب و ناراحت و غمگینه به خاطر هر مسئله بدی که در قبالش شده تو این دنیا، هر ضرری که دیده دردناکه براش. و یفقد اهواو، یا اگه مثلا کسایی که دوست داشته لالنو از دست داده، و ایمان اومی منو بکشتاب، یا ناراحت اینه که چرا چیزایی که طالبش بوده به دست نیورده. و یزمین مهون اولام هربه، و همش در حال مالندوزیه، کیلو با تخ مینا خلیفا و سارا معلاب امت اماوت، انگاری که انقدر به خود مطمئنه که فکر میکنه هیچ موقع از این دنیا نمیره، از مرگم نمیترسه. کیلو یاماب لو انقدر پول جمع کرده که انگار فکر میکنه 600 سال دیگه زنده است، برای 600 سال میخواد پول جمع کنه. به خیاف لو یخلو، انگار که ایامش تموم شدنی نیستن و زندگیش به اتمام نمیرسه. عینن و زخر حریتو و میتعسق به علامو، اصلا در مورد آخرتش فکر نمیکنه، بیشتر اهمیتش و انرژیش و تمرکزش روی این دنیاه. عینن و معین به اینین توراتو و تداتو و بیت معدو، هیچ نظری نداره به تورایی که باید یاد بگیره. برای اینکه آدم میره تو اون دنیا باید حساب پس بده، ازش میپرسن که چرا اینا نخوندی، چرا اونا یاد نگرفتی، هرچی هم که یاد گرفته میگن چرا اون یکی یاد نگرفتی. و در مورد توشه آخرتش و خونهی که باید برای خودش تو اون دنیا بسازه اصلا ذهنش مشغول نیست، برای اینکه این آدم اتکاش به مالشه، اتکاش به تلاششه، اتکاش به همه چیزه به جز خدا. و هایا بیتخونو بریخوت یا ما با علام سیبال اورخ تواتو بینیاناف، و اتکا و توکلش به اینی که مدت طولانی تو این دنیا خواهد بود، برای اینکه اطمینان داره که مدت زیادی تو این دنیا خواهد بود. خود این مسبب این میشه که امیالش و شعباتش بیشتر بشه، برای اینکه میگه من چقدر سال دیگه هستم، پس بعد اینقدر مال کسب بکنم که همه این لذاتم ازشون لذت ببرم. و سیبال کتر تواتو به اینیانه اخریتو، یعنی میلش و خواستش در مورد مسائل این دنیا
بیشتر میشه و در مورد میل به مسائل آخرتش کمتر. به اون وظایفی که در قبال خدا داره، در قبال انسانیت داره. لکشر یخی حن و مخیخ، و اگه کسی هم که بخواد ارشادش بکنه، نصیحتش بکنه، به یورن و موره و بخواد که به راه راست هدایتش بکنه، به یومنلو و بهش بگه که آقا جان ادمتایتا میتعلم محشوف به صدادخا به این یانه بت معدهخا، تا کی تو میخوای چشپوشی بکنی در مورد توشه آخرتت و خونهی که برای خودت باید توی اون دنیا بسازی. این آدم عاقل که میخواد ارشادش بکنه بهش میگه. اون چه جواب میده؟ یا من اچه یه لیده پرناساتی، میگه من تا موقعی که باید به اندازه کافی کسب و کارم رونق پیدا بکنه و سیپوکی و همچنین هرچی لازم دارم به دست بیارم، اونو خلا شریتی میشا و بانیم اکسوف یا ماف، نه تنها برای خودم بعد مالن دوزی بکنم، برای همسرم، برای همه بچه‌ام، تا چند نسلم بعد من پول جمع کنم، بعد که کردم میرسم به امید خدا رسیدگی میکنم برای آخرتم و وظایف در قبال خدا و اصلاح اخلاق و همه مسائل معنویم. به میگه تا نوخ نفشیم درگو تا اولام، یعنی بذار من نگرانی های این دنیا برطرف بشه، یعنی هر چیزی که میخوام از این دنیا را به دست بیارم، بعد میپردازم به اون دنیا. و افنه لیفرا خوبتای لبوره، بعد هرچی به دهکار خدا هستم و پرداخت میکنم. و اخشوف به سیبوت هتصدال یام معاد، و بعد در مورد توشه آخرت هم فکر میکنم. ولی غافل از این که این آدم نمیدونه دو چیز، اولا که حتی اگه 300 سالم زنده باشه هر چی که جمع بکنه هنوز راضی نیست، بیشتر میخواد، بعد هر چی هم که جمع بکنه اگه خرج بکنه دوباره میخواد جایگزین بکنه، بعدم خرج نمیکنه که از دست نره، هی نگران همین چیزایی که داره هست و دیگه وقتی نخواهد داشت برای اون دنیا و پیشرفت در انسانیت و این مسائل. این اتمام فصل پنجم.